رئیس دانشگاه دنگره در چهارچوب یک اقدام برای بلند برداشتن سواد و دانش از استادان دیکتن گرفته است. در میان شرکت کنندگان مدیران فکلته ها و نامزدهای علم نیز بودند. مسئولین دانشگاه بر این نظرند که گرفتن دیکتند همچون وسیله تکمیل اختصاص خدمت میکند و نشان دهنده دانش یا کمبودی آن نیست. دیکتن و دیگر سنجش هایی که میشود این یک تکمیل دهی است. چه بزرگان ما میگن که از گهواره تا بگور دانش آموز، در پیروی به همین سخنهای بزرگمون ما نمیتوانیم که تنها بعد از دیپلم گرفتن، پروفسور شدن، نامزد شدن گویم که دیگر به همین کار جنبست است. این اقدام باعث بحث و اختلاف نظرها میان کارشناسان و استادان شده است. منتقدان چنین تمرین را تحقیر برای آموزگاران عنواندار میدانند. آنها دیکتن را به عنوان یک تحوین و نه اقدامی برای افزایش دانش و توانایی ها میدانند. این باری اول نیست که در دانشگاه های کشور از آموزگاران دیکتن گرفته می شود. در سال 2016 تمرین دیکتن تیم مشابه در دانشگاه کلاب انجام شد. آن وقت رهبریت دانشگاه سطح دانشی 300 استاد را آموزش کرد. در نتیجه چندین معلم به دلیل درک دانش پایین از دانشگاه اخراج شدند. اما رئیس دانشگاه دنگره از اخراج شدن یا نشدن آموزگاران بعد گرفتن دیکتن چیزی نگفت. تنها اشاره کرد که خودی آموزگاران بهای دیکتنتشان را می دانند. فقط دیکتن یعنی قبول شد یا قبول نشد، همه قبول شد. حالا در دانشگاه دنگره بیش از 9000 دانشجو تحصیل می کند. شکرالله خیرزاده 6 ماه پیش کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تغییرات ساختاری را به اجرا در آورد. تا آمدن خیرزاده در دانشگاه 12 فکلته فعالیت داشته است. حالا از این 12 فکلته 5 تای آن برهم، 7 تای آن فعالیت دارند. در وقتی که تجدید ساختار کردیم و بعضی فکولتیت‌هایی که به طلبات نظامنامه جوابگو نبود به فکولتیت‌های دیگر متحد کردیم، یعنی از 12 چخیلی که سوال بود به 5 فکولتیت آورده رساندیم و در همینجا انتخاب و جابجاگذاری کادری شد. دانشگاه دنگره سال 2012 در زمینه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان تأسیس یافته است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دنگره.